با سلام خدمت بینندگان عزیز برنامه پرونده. در برنامه امروز می‌خوایم نگاهی بندازیم به یکی از روش‌های وزارت اطلاعات علیه مجاهدین در داخل کشور در سال 93. روشی برای مقابله با اقبال اجتماعی روزافزون مجاهدین و مقاومت ایران از طریق به خدمت گرفتن مزدوران اطلاعات تحت عنوان اعضای سابقه مجاهدین. بادادگانی که شرایط سخت مبارزه و محاصره رو تاب نیاوردن و در هتل مهاجر بغداد که پایگاه وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس به استخدام گشتاپوی آخوندی در اومدند. ابتدا وضعیت داغون رژیم رو از زبان مقامات و سردمداران حکومتی بشنویم تا نیاز رژیم برای متوسل شدن به هر خس و خاشاکی برای ضربه زدن به مجاهدین روشن بشه. کابوس بی پایان نظام ولایت فقیه از خطر مجاهدین و قیام‌های مردمی. فکر نکنیم امسال فتنه نداریم، سال دیگه فتنه نداریم. این دشمن سر جا خودشه، مطامعش، کینه‌توزی‌هاش همه سر جا خودشه. پس هیچ کس ایمن از فتنه نباشد و ما ایمن از فتنه نباشیم. اتفاقا از فتنه 88 الهام بگیریم، به عبرت بگیریم، خودمونو درگیر 5 تا حادثه و 5 تا پرونده و 5 تا عنصر نکنیم. به جای خودش با کمترین هزینه باید برخورد کنیم. بیایم انرژی هامونو بذاریم برای اینکه امسال باز فتنه برامون اتفاق نیفته، سال دیگه برامون فتنه اتفاق نیفته. 30 خرداد سال 60 چه اتفاقی تو این کشور افتاد؟ شورای مرکزی منافقین اعلام فاز نظامی کرد. یعنی چی؟ یعنی گفت ما از رقابت‌های سیاسی و انتشار روزنامه و جلسات و میتینگ و اینا رفتیم تو فاز نظامی. حکومت چه برخوردی با اونا کرد؟ آیت الله محمدی گیلانی فرزند خودش رو که داشت محاکمه میکرد گفت شما باقی بر حکومت اسلامی هستید و حکمت اعدامه، برد اعدامش کرد. چون شوخی ندارن با کسی. ممکنه اون افرادی هم که اعدام شده باشن هیچ کدومش دست به اسلحه نبردن ها، ولی همینقدر که پذیرفتند که باید جمهوری اسلامی رو ساقط کرد و در تشکیلاتی قرار گرفتن که اون تشکیلات بناش بر اینی که نظام رو ساقط بکنه. صحیح من؟ کابوس خلیفه ارتجاع از خطر مجاهدین، زوزه های وحشت پاسداران نظام از دشمن اصلی، تحمیل کننده شقه های بزرگ رژیم ولایت فقیه از مقطع قیام 30 خرداد 60 تا قیام های 88 و 89 و بحران های مرگبار کنونی رژیم در مرحله سرنگونی. خبرگزاری سپاه پاسداران. شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز: مجاهدین در کشور ما 17,000 نفر را به شهادت رساندند، ولی آمریکا به راحتی آنها را از لیست تروریست ها خارج می کند و می گوید اینها تروریست نیستند. مثل اینکه کسی بخواهد من شجونی را از لیست واعظان خارج کند. به همین آسانی آمریکا که خود را کت خدای جهان می‌داند دروغ می‌گوید و مجاهدین را از لیست تروریست‌ها خارج می‌کند و نام آن را حقوق بشر می‌گذارد. فقط یاد گرفتند تا از ما آخوندها ایراد بگیرند و مدام با پتک حقوق بشری و امثالهم بر سر ما بکوبند. سایت حکومتی سیاست روز: در عصر حاضر به خصوص بعد از پیروزی انقلاب شاهد نفوذ مجاهدین در کنار شخصیت‌های سیاسی و روحانی بودیم. اولین قربانی منافقین رئیس جمهور وقت بود که در نهایت توانستند او را مقابل نظام جمهوری اسلامی قرار دهند و باعث برکناری وی توسط مجلس و فرار او به خارج از کشور گردند. قربانی دیگر مجاهدین زیرک آیت الله منتظری بود. آنان توانستند ایشان را در مقابل امام راحل قرار دهند که منجر به برکناری ایشان
از پست قائم مقامی رهبری گردید. در وقایع سالهای 78 و 88 هم دشمنان خارجی با همکاری عوامل داخلی خیش که افراد پشت پرده زیرکی بودند آن آشوبها را به راه انداختند و توانستند افراد ساده لوح اما جاه طلب را که عمری را برای انقلاب خدمت کردند در مقابل نظام قرار دهند. برق سلاح مجاهدین و کابوس وحشت در ولایت خامنه‌ای، فلاکت خلیفه ارتجا و جنایت در زوزه های مؤسسه راهبردی ولایت. برباد رفتن سرمایه گذاری های کلان 8 ساله خامنه‌ای روی مالکی در عراق و چرخش تعادل در تحولات منطقه و شکلگیری سومین ائتلاف بین‌المللی از یک سو و برق موضع‌گیری سخنگوی مجاهدین مبنی بر ضرورت بازگرداندن سلاح‌های حمایت شخصی مجاهدان اشرفی در لیبی، ولایت بحران‌زده خامنه‌ای و ام‌القرای جنایت و توحش را به رد انداخته است. ارگان وزارت اطلاعات تحت عنوان مؤسسه راهبردی دیدبان با وحشت از برق سلاح مجاهدین، سند تحویل 17,000 قطعه سلاح سبک که در یک دهه گذشته صدها بار در سیمای آزادی نشان داده شده کلیشه کرده و سراسیمه و ترسان نسبت به بازگشت مجاهدین به موقعیت نظامی و دریافت سلاح هشدار داده است. در بنبست و بیچارگی خامنه‌ای همین بس که از یه طرف دنبال ساختن بمب اتمی و موشک، هر روز دست دست جوانای مرد رو اعدام میکنه، دست پا میبره، چشم از حدقه در میاره، البته مدام هم عربدی ضد استکباری سر میده، اما از طرف دیگه در هراس از مجاهدین و وحشت زده چشمنداز مسلح شدن اونا و خطر سرنگونی به خودش میپیچه و در برابر آمریکا و اروپا و همون استکبار زانو زمین میزن و برای دورانی که مجاهدین تو لیست تروریستی بودن آه حسرت میکشه و ناله سر میده که خروج مجاهدین از لیست تروریستی نیاز به بازنگری غربی ها و آمریکا داره و سرشو به دیوار میکوبه که چرا مجاهدین در پارلمان کشورهای غربی حضور فعال دارن، چرا این همه احترام و اعتبار برخوردارن. اما برای نمایندای ما یعنی رژیم پشیزی ارزش قائل نیستن. خوب نمونه از فلاکت خلیفه ارتجا رو در زوزه های مؤسسه راهبردی ولایت ارگان وزارت اطلاعات ببینیم. به گزارش مؤسسه راهبردی دیدبان، اوضاع ملتهب عراق و نقش‌آفرینی گروهک‌های تروریستی بعثی تکفیری در این کشور موجب شده تا مجاهدین ضمن افشای برخی اسناد جالب توجه توسط رسانه‌هایشان تلاش‌هایی را برای تسلیح و شروع اقدامات تروریستی صورت دهند. اعتراف به میزان دپوی تسلیحات در قرارگاه‌های مجاهدین پس از ورود آمریکایی‌ها به عراق و تلاش برای بازپسگیری آنها قابل تأمل به نظر می‌رسد. سازمان مجاهدین به بهانه عدم معامله آمریکایی‌ها با دولت عراق بر سر ایشان مطالبی را منتشر کرده است. در مطلب مجاهدین آمده است: آمریکا طبق اسناد امضا شده 20,000 سلاح از مجاهدین گرفته است که 17,000 قطعه آن سلاح‌های حفاظت انفرادی است و سند آن موجود است. مجاهدین اعتراف می‌کنند: ما از آمریکایی‌ها جز آنچه متعلق به خودمان بوده و اسناد خرید آن هم از ارتش عراق و سایر منابع بارها به مقامات آمریکایی ارائه شده و بسیاری از آنها هم منتشر شده است، چیزی نمی‌خواهیم.
نکته جالب توجه که در کنار بهانه مجاهدین از حمله به لیبرتی مطرح می شود این است که در حالی که در سال 2003 حدود 4000 نفر عضو داشته است، 17000 سلاح سبک و 3000 سلاح سنگین را جمع‌آوری کرده است، یعنی تقریباً به ازای هر نفر یک سلاح سنگین داشته است. از سوی دیگر تلاش برای بازگشت به موقعیت نظامی و دریافت سلاح از آمریکایی‌ها محملی است که نشان می‌دهد خروج نام مجاهدین از لیست گروهک‌های تروریستی اقدامی بوده است که نیاز به بازنگری برای غربی‌ها و آمریکایی‌ها دارد. وضعیت رژیم و ترس از قیام و نقش مجاهدین رو از زبان خودشون شنیدیم. حالا ببینیم آخوندها در مقابل رشد روزافزون حمایت از مجاهدین در داخل کشور به چه تاکتیک هایی چنگ زدند. سوء استفاده رژیم و وزارت اطلاعات از ترفند کهنه و لو رفته خانواده و عواطف و روابط خانوادگی موضوع جدیدی نیست. رژیم از فردای سرنگونی حکومت سابق عراق با تحت فشار قرار دادن و با انواع تهدیدها و تطمیعها برای بکارگیری خانواده‌های مجاهدین جهت پیشبرد اهدافش علیه سازمان بیشترین تلاش را می‌کرد و متناوباً کاروان‌هایی را تحت نظر عوامل وزارت راهی اشرف می‌کرد. نهایتاً به مدت بیش از 2 سال بساط شکنجه روانی 24 ساعته را با 320 بلندگو و با عربده‌کشی و تهدید به قتل و کشتار اشرفیان و ننگین ترین لجن پراکنی ها توسط مزدوران ارتجاع در اطراف اشرف دایر کرد. هدف این جنگ روانی با بلندگوها زمین سازی برای قتل عام در اشرف با بیش از 100 شهید و 1000 مجروح و یک محاصره ضد انسانی همه جانبه همراه با شکنجه روانی 24 ساعته طی 677 روز بود. واقعیت اینه که هواداران و خانواده‌های واقعی مجاهدین همونایی هستن که آخوندها از اونا وحشت دارن. قهرمانانی مثل علی صارمی، حاج آقایی، جعفر کاظمی و غلام رضا خسروی رو فقط به خاطر ارتباط با بستگانشون در اشرف یا کمک مالی به سیمای آزادی یا یک تماس تلفنی با اشرفی ها اعدام میکنه و به صراحت همونو اعلام میکنه. چرا؟ چون از کمترین تماس و کمترین نزدیکی مردم و به خصوص جوونا به مجاهدین مثل جن از بسم الله وحشت دارن، چون میدونن این ارتباط یعنی شکستن شیشه عمرشون. تلویزیون رژیم 6 دی 93. الیاس نادران عضو مجلس ارتجاع در مصاحبه‌ای که روز 6 دی 93 از تلویزیون رژیم پخش شد به گوشه ای از وحشت حکومت آخوندی از قیام سراسری 88 و پیامدهای آن اذعان کرد و با نگرانی از تکرار آن گفت: اصل اتفاقی که در 88 افتاد با انتخابات همزمان شد، یه عده‌ای به غلط تصورشون به اینه که فتنه ناظر به انتخابات 88. فتنه یه پدیده است که در هر ظرف زمانی و مکانی و ظرفیت اجتماعی میتونه شکل بگیره. خب ما در داخل کشور خانواده‌های منافقین رو داریم، این نظام رو قبول ندارن و حاضرن برای این قبول نداشتن هم هزینه بکنن. آخونده برای تبلیغات گسترده و پرهزینه خودشون علیه مجاهدین فقط به رسانه‌های رسمی و منابر سنتی و وسایل تبلیغاتی مدرن نه اینکه اکتفا نمی‌کنن، بلکه به منظور اینکه دروغ پردازی‌ها و تهمت‌هاشون علیه مجاهدین خریداری پیدا بکنه، مجبورن اونها رو از زبان مزدورانی تحت عنوان مسخری اعضای سابق مجاهدین بازگو کنن.
مهره‌های خیمه شب‌بازی‌های اطلاعات آخوندی اساساً مشتی پادوی استخدامی در هتل مهاجر بغداد هستند. هتل مهاجر سرپل وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس در بغداد است که تحت نظارت و کنترل تروریست‌های سفارت رژیم در عراق قرار دارد که بنا به اعتراف پاسدار دانایی فر سفیر تروریست رژیم در بغداد، رژیم آخوندی تمامی مخارج آن و رفت و آمد این مزدوران را تأمین می کند. پاسدار دانایی فر: بیشترین خدمت ما به عنوان سفارت خدمات کنسولی است. این افراد شهروند خارج از ایران هستند. بعد از اینکه گفتند ما می خواهیم برویم، وسایلی را فراهم کنیم که جایی دیگر بروند و قدم اول هم در اعطای پاسپورت متجلی می شود و همچنین در اختیار گذاشتن مقداری پول و هزینه بین راه که بتوانند خود را به آن جای دلخواهشان برسانند. حتی افرادی در هتل‌های در بغداد مستقر هستند که ما هزینه‌شان را پرداخت می‌کنیم. حاضر نیستیم که آواره و سرگردان باشند. در هتل‌ها تقریباً 100% هزینه‌ها را ما داریم می‌دهیم. بیشتر از این چه کمکی بکنیم؟ اما واقعاً بخش قابل توجهی به ایران می آیند. یک بخش قلیلی هم به خارج خواهند رفت. مزدورایی که در هتل مهاجر به استخدام وزارت اطلاعات در اومدن توسط رژیم در استانهای مختلف گردونده می شن. اینا از جمله عبارتند از رستم آلبوغوبش، علی اردلانی، امیر رضا رحیمی، جمشید ده مرده، قربان علی رفیعی، احمد روزرخ و خدابخش میریان که در هر استان توسط مأموران وزارت همراهی میشن. خوب یادآوری کنم که رضا رجب‌زاده و علی محمد خاتمی که راهنمای اکیپ مأموران وزارت اطلاعات و مزدوران نیروی تروریستی قدس برای فیلمبرداری از اشرف بر اساس سناریوهای ساخته و پرداخته وزارت اطلاعات بودند، در برنامه‌های قبلی پرونده‌شون رو باز کردیم. بنابراین در اینجا اشاره‌ای مختصر به پرونده چند مزدور دیگه که اسم بردم می‌کنیم. علی اردلانی از اسیران جنگ رژیم با عراق بود که پس از فراخوان نهایی صلیب سرخ لاستکال در سال 1992 مرداد 1371 به مجاهدین اعلام پیوستگی نمود. اما به دلیل اینکه تاب تحمل سختی‌های یک مبارزه تمام عیار علیه فاشیسم دینی را نداشت، در تاریخ دوم خرداد 92 اخراج شد. پیش از این بارها حکم اخراج نامبرده ابلاغ شده بود. او پس از هر اخراج با ابراز پشیمانی خواهان ماندن در مناسبات مجاهدین شده بود. از جمله در تاریخ 31 اردیبهشت 92 در پاسخ به حکم اخراج خود نوشت: من علی اردلانی حکم خود را دیدم و آگاه و بیدار شدم. با من اتمام حجت شد که در غیر این صورت همین الان لیبرتی را ترک کنم و به دنبال زندگی خود بروم که گفتم هیهات. علی اردلانی، امضا 31 اردیبهشت 92. اما این التماس و درخواست مورد موافقت سازمان مجاهدین قرار نگرفته و نامبرده از مناسبات مجاهدین اخراج گردید. علی اردلانی به دنبال امضای حکم فوق ضمن تشکر از کمک‌های سازمان علت اخراج خود را نوشت. وی پیشاپیش با ابراز نگرانی از آنچه آخوندها برای چنین عناصری علیه مجاهدین تدارک می‌بینند نوشت: با تشکر از زحمات سازمان، با کمک مالی و رسیدگی‌های طی این مدت که در اشرف و لیبرتی بودم، باید بگویم که خدا شاهد است من این مدت از مجاهدین هیچ چیز جز مهر و محبت و رسیدگی ندیدم و هیچ مشکلی نداشتم. من به دلیل شرایط سخت لیبرتی توان ماندن و ادامه مبارزه را نداشتم و هر کس برخلاف این بگوید یا از خود من خلاف این بشنود، دروغ و برخلاف واقع در اثر فشار بوده است.
علی اردلانی، امضا 2 خرداد 92. اخراج علی اردلانی در همان روز 2 خرداد 92 رسماً و کتماً به اطلاع کمیساریا و عراق رسید. دیوید عزیز، ما در روز 20 می از آقای علی اردلان، اسیر سابق جنگ ایران و عراق که در لاست کال صلیب به NLA پیوسته بود، خواستیم کمپ را ترک کند. امیدواریم حقوق او توسط مقامات عراقی مراعات شود. با احترام. علی اردلانی پس از تسلیم به نیروهای عراقی به هتل مهاجر، پایگاه وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس منتقل شد و در آنجا به استخدام گشتاپوی آخوندی درآمد. به درخواست خودم مقامات سازمان ملل هماهنگی‌های لازم را به عمل آورده و به سفارت ایران در عراق منتقل شدم و به وطن آمدم. وزارت اطلاعات پس از انتقال وی به داخل کشور، او را در کرج به صحنه آورد تا بلندگوی دروغ پردازی های رژیم علیه مجاهدین شود. رستم آلبوقبیش از اسیران جنگ رژیم با عراق در سال 1366 بود که پس از فراخوان نهایی صلیب سرخ لاستکال در سال 1992 مرداد 1371 به مجاهدین اعلام پیوستگی نمود. شرایط پیچیده مبارزه و سختی‌های ناشی از آن فوق توان و طاقت وی بود و به همین دلیل بارها از او خواسته شد که مناسبات مجاهدین را ترک کرده و به دنبال زندگی مطلوب خود برود. ولی وی هر بار با اصرار خواستار ماندن در مناسبات مجاهدین شده بود. او از جمله در تاریخ 4 آذر 91 نوشت: سازمان بار دیگر برای تشکیل صفوف جنگنده ضد رژیم به من ابلاغ کرد بلادرنگ به دنبال زندگی مطلوب خود بروم. سازمان در مرحله جدید تأکید دارد و به من ابلاغ و تکلیف کرد در صورتی که تحمل سختی های مبارزه و جنگ سرنگونی با رژیم ضد بشری ولایت فقیه را ندارم، در اولین فرصت با دریافت کمک مالی به کمساریا معرفی شده و لیبرتی را ترک کنم. رستم آلبوقبیش در 25 بهمن 91 خود را به نیروهای عراقی تسلیم کرد و توسط نیروهای امنیتی عراق به هتل مهاجر سرپل نیروی تروریستی قدس و وزارت اطلاعات منتقل شد و پس از مدتی به استخدام وزارت اطلاعات ملایان درآمد. اواسط سال 93 به داخل کشور منتقل و به یکی از عروسک‌های کوکی خیمه شب بازی‌های وزارت اطلاعات در استان خوزستان تبدیل شد که از ماهشهر تا خرمشهر و از آبادان تا دسفول و شوشتر و اندیمشک و اهواز لجن پراکنی های آخوندها علیه مناسبات مجاهدین را نشخوار می کند و متقابلن درباره رأفت ولی فقیه خوناشام ارتجاع داد سخن می دهد. از لحظه ورودم به ایران همواره با برخورد انسانی و رأفت اسلامی مسئولین نظام مواجه شدم.
رسانه‌های اطلاعات آخوندی با وحشت بسیار به عهد آتشین پرچم فروغ و چراغ خاموش در لیبرتی در شب عاشورا اشاره کرده و نوشتند: اخیراً در لیبرتی پیامی از جانب مسعود رجوی از روی نوشته توسط مسئولین برای نفرات خوانده شده که رجوی در این پیام به داستان تالوت و جالوت اشاره کرده است. رجوی در این پیام همچنین گفته است که من هیچ کس از شماها را نمی خواهم. من محفل نمی خواهم. مناسبات غیر تشکیلاتی نمی خواهم. بریده و سیاهی لشکر نمی خواهم. بروید به دنبال زندگیتان. برای من 313 نفر بمانند کافی است. عدد 313 تعداد نفرات سپاه حضرت محمد در جنگ بدر در برابر هزاران تن سپاه کفار می باشد. همچنین در روایات تعداد یاران امام زمان در دعوت اولیه را هم 313 تن ذکر نمودند. ظاهراً رجوی پیام خود را به همه اعضا و هواداران سازمان در آمریکا و اروپا هم تعمیم داده است. ولی فقیه درماندی ارتجا علی رغم همه توطئه‌ها و جنایت‌هاش علیه مجاهدین، از جمله در جریان قتل عام ده شهریور 92 در اشرف و بعد از به باد رفتن سرمایه‌گذاری‌های 8 سالش بر روی نور مالکی جنایتکار در سال 93، در حال حاضر خسته و درمانده در برابر پایداری اشرفی ها و گرفتار در تلیعتون و در محاصری انواع بحران ها و فرو ریختن عمق استراتژیک نظام در سوریه و عراق و یمن، واقعا نمیدونه سرش رو به کدوم دیوار بکوبه. ولی فقی خوب میدونه که در چنین شرایطی معنی برافراشتن پرچم فرو و ابلاغی چراغ خاموش و پیام عهد پرچم در لیبرتی چه معنایی داره و چگونه به این بحران ها سمت و سوی سرنگونی میده، اونم با پیام رهبر مقاومت و تصریح این که منکر اول ولایت فقیه و معروف اول ارتش آزادیه تا بند از بند خلافت ارتجایی بگسله و باستاب اون رو در شعار زنان و دختران دانشجو در اصفهان و تهران که اسید پاشو باید کشت، چه با تفنگ چه با مشت، به خوبی مشاهده می‌کنیم. رژیم و وزارت اطلاعات در سال 93 تمام قوای خودش رو روی متلاشی کردن به اصطلاح نرم‌افزاری تشکیلات مجاهدین متمرکز کرد. اما همونطور که در این برنامه دیدیم، این تاکتیک‌های کهنه شده هم دردی از رژیم دوان نکرد و مجاهدین و اشرفی ها رو در رزم و پیکارشون بسا مصمم‌تر و ثابت قدم‌تر کرد. به این ترتیب آیا نتیجه این نبرد در همین نقطه روشن و مشخص نیست؟